خزان. زمین گهواره کابوس های تلخ انسان بود. زمان چون کودکی در کوچه های خواب حیران بود. خدا در ازدحام ناخدایان جهالت گم، جهان در استراب و ترس در آغوش هذیان بود. صدا در کوچه های گیج می پیچید بی حاصل، سکوتی هرزه سرگردان صحرا و بیابان بود. نمی روید در چشمی به جز تردید و وهم و شک، یقین تنها سرابی در شکارستان شیطان بود. شبی رویای دور آسمان در هیئت مردی، برغم فتنه های پیش رو در خاک مهمان بود. جهان با نامش از رنگ و صدا سیراب شد آخر، محمد واپسین پیغمبر خورشید و باران بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ولی کرفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما دوستای عزیزم، دوستای گلم. انشاءالله که مثل همیشه همهتون خوب باشین و خنده روی لبای زیبایتون باشه. و یک سلام ویژه به همکار خوبم فائزه جان. سلام خدمت خودت فاطمه جان. سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده های عزیزی که همین لحظه پای تلویزیونشان نشستن و برنامه خودشان، برنامه کودک و نوجوان تماشا میکنن. امیدوار هستم که همیتون جور و صحتمند و سرحال باشین و مثل روزهای قبل بیننده برنامه خودتان باشین. و خوشحال هستم که یک بار دیگه ما و فاطمه جان در این روز خجسته مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. بله فائزه جان، خودت گفتی روز خجسته. یکی دوست عزیزم، امروز خیلی روز خجسته و گرامی هست که این روز یعنی میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست و به همه شما دوست عزیزم تبریک عرض میکنم. بله من هم به نوبه خود روز خجسته را میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به تمامی شما عزیزان از صمیم قلبم تبریک عرض میکنم. بله فائزه جان، دوستای ما فقط ما و خودت هم میبینن، درست است؟ بله بدون شک دیگه، فقط ما و خودت دیده میشیم. بله اما دوست عزیزم اینو باید براتون بگویم که در استودیو افراد زیادی وجود دارن. بله دقیقاً، دوستای ما امروز در برنامه تشریف آوردن و میدانین برنامه ما رو نورانی تر از دیگر روزا ساختن. خب بریم امروشون سلام کنیم. بریم چرا نه، ببینیم چقدر پر انرژی هستن. سلام. چقدر بی انرژی. سلام. خوب هستی؟ ماشاءالله. خب خدا رو شکر که خوب هستی. خب خوش آمدین به برنامه. خب دوستان عزیز، قسمی که شما هم دیدین امروز مهمانای ناز را دعوت کردیم در برنامه که انشالله تا آیتم آخر با ما هستن، ما را همراهی میکنن. و البته نگفته نمونه که همراهی شما عزیزان دلگرمی ماست. اگر ما را تا آخرین لحظات همراهی کنین، ما هم تو با انرژی سرحال و پرنشاط اجرا میکنیم. بله دقیقاً. ما همچنان دوست عزیز ما امروز در برنامه بخش های مختلفی داریم، مثلا مهمانهای عزیز و گل ما که در برنامه آمدن تحفه های بر ما دارن که اگر با ما همراه باشین همه ما میتونیم با هم دیگه ببینیم که واقعا تحفه هایشان چی هست. بله دقیقاً فاطمه جان، امروز یک روزی است که همه ما باید خوشحال باشیم، همه ما باید شاد باشیم، همه ما باید پر انرژی باشیم. خب پس به می خاطر باید همه ما چگونه اجرا کنیم؟ خیلی پر انرژی. بله خب دوستا موافق هستین که در این لحظات بریم یک میان برنامه ببینیم؟ خیلی فائزه جان، با صلوات بر محمد و اهل بیت محمد میریم یک ترانه رو میبینیم و باز برمیگردیم. صلوات بفرستین. اللهم صل علی الوردي نادي الله الله وعطره يبطئ
خمست ايادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى اذا مست ايادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره وكل الكون أنار بنور طه الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب تبارك ربنا فيما يشاء فلک امروز زمین مکه را از دور می بوسید ملک مهد محمد را به موج نور می بوسید به فرمان خدا خاک درش را حور می بوسید مسیح از عالم بالا کلیم از طور می بوسید اللهم صل علی سپاس از همکار خوب ما فائزه جان که در وصف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک شعر زیبای را بر ما خواندن. تشکر از شما فاطمه جان. خب خوشحال هستیم دوستان عزیز که هنوز هم همراه و بیننده برنامه خودتان هستین و یک بار دیگه شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و این روز خجسته را به تمامی شما تبریک میگیم. بله. و حالا دوستای عزیز میپردازیم به مهمانهای گل ما که گفتیم بر ما تحفه آوردن. خوب است فائزه؟ بله بسیار عالی است. چه خوب بازی کرده. یعنی هیچ کار خوبتر نمیشه. ای که بریم سراغ مهمانهای ما ببینیم که امروز بر ما چی تحفه آوردن و میخواییم تقدیم کنن. بله. خب اول بیایم از شعرها بگیم. کی حال بر ما شعر میخواه بخونه؟ چقدر خوب خب خواهر ما بیاین اینجا. اول اسم زیبایتون رو بگی. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ستار است. ستاره جان. روی به طرف کامرا باشه. خب بر ما چی آوردی ستاره جان؟ شعر.
شعر آوردین، بسیار زیبا. پس فایزه جان، ما مشتاق هستیم که بشنویم واقعا شعر ستاره جان چه شعری میتونه باشه. بله خیلی بی‌صبرانه منتظر هستیم. پس ستاره جان فایزه جان بیا ستاره پرسان کنیم که سنف چند است؟ سنف چند هستی ستاره جان؟ سنف چهارم. سنف چهارم ماشاءالله. چند ساله هستی؟ 10 ساله. 10 ساله ماشاءالله واقعا آفرین. ستاره جان یه گپ بگویم. اسم فاطمه جان که بجورت هستی. یک تشویق کنید ستاره جان. تشویق کنید. ماشاءالله ماشاءالله. خب بریم طرف شعرشون. بله خب ستاره جان آماده هستی؟ پس ما منتظر هستیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بر عرش زمین شمس درخشان آمده، از جانب مکه بوی ریحان آمده. در قلب جهالت یک تشعش از نور، از بحر هدایت سوی انسان آمده. از هیبت و نامش طاق کسری لرزید، از هیبت و نامش طاق کسری لرزید. بر آدمیان دلیل برهان آمده، بر آدمیان دلیل برهان آمده. بی پرده بگویم خود فرقان آمده، بی پرده بگویم خود فرقان آمده. ناخوانده کتاب و مکتبی، ناخوانده کتاب و مکتبی نیز نرفت. لیکن همه کار بر وی آسان آمد، لیکن همه کار بر وی آسان آمده. رب گفت بخوان نام خداوندت را، رب گفت بخوان نام خداوندت را. او گفت به چشم و قصه پایان آمده، او گفت به چشم و قصه پایان آمده. او آمد و خلق را ز گمراهی راند، کوهی ز بلا به سوی شیطان آمده، کوهی ز بلا به سوی شیطان آمده. ای منتظر خفته به خواب غفلت، برخیز و ببین علت قرآن آمده، برخیز و ببین علت قرآن آمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. تشکر بسیار زیاد ستاره جان، بسیار زیبا خواندی. تشکر بسیار زیاد از خودت. بله بفرمایید. ماشاءالله خب. پس ستاره جان خیلی زیبا خواندن. بله واقعا عالی خواندن. فایزه جان اینجا گفتی که جرأتش از ما زیادتر بودی، که واقعا راست گفتی، جرأتش از ما زیادتر بوده. خب فاطمه جان یک بخش دیگه ما خودت داریم نه؟ بخش دیگه هم داریم، بخش سوالات. دقیقا بخش سوالات هست. میفهمین چی رقم از دوستا؟ میفهمین؟ میفهمین؟ خب بهتر است که خودمون بگیم. بله بخش سوالات قسم است که ما سوال میکنیم، هر کس جواب بده جایزه داره. بله اینو باید تاکید کنم که بر علاوه که شما جواب میتین تشویق میکنیم تون و جایزه هم داریم. بله دقیقاً. آیا موافق هستین بریم طرف سوالو؟ بله. نه نه من قبول ندارم، کم انرژی بود، من نمیریم طرف سوالو. راضی شدیم؟ آلا بیخی راضی شدم. پس بریم؟ خیلی خوب است بریم. خب چقدر خوب. کیا آماده هستن؟ امی چند نفر فقط؟ کیا آماده هستن؟ بالاتر دستویتان بالاتر بگیرین. کیا آماده است؟ تقریبا همه آماده هستن دیگه. بله ماشاءالله. گفتم دیگه همه لایق هستن، ما شک نداریم در لیاقتتان. خب بله من شروع کنم یا خود شروع کنم؟ خب خودتان شروع کنید. بچه شد. خب سوال اوله که من میخوام پرسان کنم ببینم کی آماده است که جواب بده. درست است؟ اول بخونم یا اول نفر انتخاب کنم؟ اول بخونیم باز ببینم کی یاد داره. صحیح. خب سوال اول ما ای است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چند ساله بودند که مادرشان فوت کردن؟ خودتان؟ یک لحظه همه که ببرم؟ درست است. آرزو. آرزو جان؟ 6 ساله بود. بله بسیار خوب. برای سلامت شما یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. بله نامشون از یادم رفت. آرزو جان. فاطمه جان میفهمی که من زیاد ده یادم نمیمونه چیزا نه؟ آقا اشکال نداره. فایزه جان. نال توفه. میام یک کار دیگه کنیم. سه تا سوال پرسان میکنیم و نفرات در یاد ما میمونه. وقتی که سه تا سوال خلاص شد، وقت جایزه شون رو بدیم. چطوره؟ فاطمه جان من دیگه شک ندارم که از خودت هم یادت بره. نه از من یادم میمونه. مثلا آرزو جان اولی در یاد ما. باز بعدش شما حفظ کنین. صحیح؟ درست است. آرزو جان.
بله درست. خب بریم سوال بعدی. اینکه چه کسی بعد از وفات مادرش سرپرستی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو بر عهده گرفت؟ ماشاءالله هنوز من سوالو نخوندم، دوستاشون رو بالا میکنه. بله دیگه. این دفعه از پسرا. درست. از پسر. خب شما نامتون اول؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اسمم زکریاست. کاکاش ابو مطلب ایره چی میکرد؟ کلان میکرد. عبدالمطلب که کاکایشان نبود بلکه پدرکلانشان بود. ابوطالب درست بود، ولی که کاکایشان نبود ولی پدر بزرگشان. ولی باز صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب فاطمه جان، سوال آخر ای بخش پرسان میکنیم. سوالی که من میخوام از شما پرسان کنم این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در چه سن پدر بزرگشان را از دست دادن؟ شما جانم؟ خب من مایک ببرم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم، اسم فرخنده صبوری است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 8 سالگی. بسیار خوب، بسیار صلوات بفرستی. تشکر فرخنده جان. محمد و آل محمد و انجل فرج. فایزه جان، جانم. تو موشن حفظ کردی؟ راستش من فرخنده جان آرزو جان دیاد مون علی برادر مونی. خب خیر، همینجا میخواییم تا جایزهایشان رو بتیم. آرزو جان بفرمویم. فرخنده جان. خب همینجا میشه که برشون بتیم؟ خب خیر، میخواییم همینجا. درسته. آرزو جان بفرمویم. و زکریا جان و فرخنده جان. خب من جایزه رو بیارم. بله. تبریک، تشکر از اینکه اشتراک کردین. انشالله که همیشه موفق باشین. بله، خب تشویق کنین دوستای ما را. و همچنان یک صلوات دیگه هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است علامت صابر در سه چیز است: اول، آنکه کسل نشود; دوم، آنکه آزرد خاطر نگردد; سوم، آنکه از خداوند عزوجل شکوه نکند، زیرا وقتی که کسل شود حق را ضایع می کند و چون آزرد خاطر گردد شکر را به جان نمی آورد و چون از پروردگارش شکایت کند در واقع او را نافرمانی نموده است. محمد ای چراغ روشنی بخش جهان آرا، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را، بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسرا را، ندای طفلهو از عمق جان برکش بخوان ما را، تو ما را دانش آموزی، تو مهر عالم افروزی. اللهم خیلی سپاس از خواهر ما فاطمه جان. خب فاطمه جان، در این بخش اول میخوایی سوال کنیم یا میخوایی شعر بشنویم؟ به نظر ما که اصلا بیاد سویم پرسن کنیم. اصلا یک اپا بگویم چی؟ بریم از بیننده پرسن. خیلی خوب است. خب. سوی عزم اول سوال یا شعر؟ چی میگن فایزه؟ میگن اول شعر. خب وقتی بیشتر از سویم میگن شعر، خیلی بریم اول شعر بشنویم. درست است. میریم شعرم بشنویم. بعد از او با سوالات پرسان میکنیم. سیز. خب کی آماده است که میخواید در این بخش به ما شعر بخونه؟ خب خواهر ما بفرمایید. ستاره جان؟ آرزو جان. آرزو جان. بله.
خب نامش را که فهمیدیم آرزو جان. خب آرزو جان سنف چند هستی؟ متعلم سنف چهارم الف. بله چند ساله هستی؟ 10 ساله. بله فکر کنم همسن ستاره جان باشن. خب یک شعر فکر کنم بر ما آماده کردی که ما مشتاق هستیم که شعر تا بشنویم. بله خب کل ما بی‌صبرانه منتظر هستیم. دوستا هم میگه که شروع کنه. بله خب پس شروع کن. سال عام الفیل در ماه ربیع گشت جهان روشن با نور وسیع. خاندان هاشمی مهر و نثار هر ستمگر لرزه بر جانش فتاد. شهر مکه مطلع نور خدا غرق در شادی تمام انبیا. گشت خاموش آتش آتشکده بود بر زیر افتاده در هر بتکده. عابد و زاهد و علیم است دلیر حسن خلق او به عالم بی نظیر. حکم فرمان رسالت آمده رمز انداز و بشارت آمده. رمز انداز و بشارت آمده. اللهم صل علی محمد و آل تشکر. ما شاء الله خیلی با انرژی هستیم. تشکر آرزو جان. بفرمایید. خب فاطمه جان. حالا وقت چی است؟ سوال. بله وقت سوالا و باز هم اون افرادی که شرکت نکرده بودن این دفعه باید شرکت کنن. بله. سوال ما بخور می خود میخونی فایسه؟ نه این دفعه خودت بخور. سرس. که لقب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت چه بود؟ اول از دخترها نامتان؟ فریحه. فریحه جان خب جواب سوال چیه؟ امین. آه خیلی خوب تشریح کنین. بسیار عالی. خب تشکر از تشویقتان. سوال بعدی رو میخوایم بپرسم که نام غاری که پیامبر در آن خلوت مینمود چیست؟ از بچه؟ دفعه از پسرا. خب بریم این دفعه از قطار عقب بپرس. درست است. شما؟ اول نامتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان هستم ولد محمد عثمان. در غار حرا. بسیار خوب تشویق کنین. تشکر. خب سوال بعدی را فاطمه جان میپرسن. سوال آخری را من پرسان کنم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چه سالی به پیامبری مبعوث گردید؟ شما نامتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام عمران. در 40 سالگی. بسیار خوب تشویق کنین. تشکر عمران جان. خب دوستای عزیز و مهمان های عزیز آن وقتی چی هست؟ آفرین. واقعا مشتاق هستن که جایزه بگیرن. خب افرادی که جواب دادن سوال رو تا بیاین اینجا که ما برشون جایزه بتیم. بفرمایین بفرمایین اینجا استاد شوید. بسیار خوب. و فایزه جان جایزه بتن. تبریکتان باشن. این تشویق کنین دوباره دوستای ما را. بله تشکر از شما میکنین. دوباره بجایتون برگردین. خب فاطمه جان سوالو پرسیده شد. شعرم که از خواهر مارزو جان شنیدیم. فایزه جان که یکی از دوستای ما یکی از خواهرای ما یک معلوماتی داره در مورد پیامبر گرامی اسلام. بله. که خوب بس اونم بشنیم ببینیم خواهر ما واقعا چه معلوماتی آورده. درست است. پس اونم بشنیم بعد از میریم میون برنامه. بله. پس دوست ما رو خواهش می‌کنیم که بیای اینجا. شما هم تا وقتی میای تشویقش کنیم. خب اول از همه نوبت چی است؟ با چی پرسون کنیم اول از همه؟ اسمشونه. آفرین. خب اسمتون چی است؟ اسم خاطره. خاطره جان خب برای ما چی آوردی؟ یک معلومات کوتاه. خیلی خوب. پس ما میشنویم معلومات. بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت محمد مصطفی در عالم بشریت که قبل از اینکه به پیغمبری مبعوث شوند همه مردم او را میشناختند، تمام مسلمانان حضرت محمد مصطفی را میشناختند و او را به نام امین امین صدا میکردند، چون که امین به نام راستکار و صداقتکار منامته. و حضرت محمد مصطفی که بود یک انسان خیلی خوب پاک بود و همیشه در وصف مسلمانی و در وصف قرآن میسرودند و همیشه با مردم با رفتار خوب رویه میکردند. حضرت محمد مصطفی که بودند با بی بی خدیجه کبرا، که از بی بی خدیجه کبرا که در 15 سال خرد بودند عروسی کردند، چون که بی بی خدیجه کبرا اولین زنی بود که در اسلام مشرف گردید و اسلام رو آورد. و بی بی خدیجه کبرا خیلی خیلی خوش بود که با حضرت محمد مصطفی عروسی کرده، چون که حضرت محمد مصطفی یک انسان خیلی خوب و راستکار بود. حضرت محمد مصطفی قبل از اینکه به دنیا به پدرش از دست داد و مادرش که بی بی آمنه کبرا بود در 6 سالگی از دست داد و بعد از آن سرپرستیش را و دایه‌اش که بود بی بی حلیمه بود و بعد از آن دیگه. بله، تشکر می‌کنم که ماشون تشویقشان کنید. تشکر خاطره جان. بله، خب فایزه جان چطور بود معلوماتش؟ بسیار عالی بود. تشکر می‌کنیم از خاطره جان که معلومات بر ما گفتن. و حال وقتی چی است؟ وقت میان برنامه است. اما فایزه جان بیا با صلوات بریم میان برنامه، خوب است؟ درست است، خیلی عالی. پس یک صلوات بفرستید. الله نمک دنیا و عقبا، نام پاک مصطفی، یاسمن لال عقاقی گیرد از نامش صفا، آسمان ها دشت و صحرا میزند او را صدا. که پای این کریم مت او گفته خدا بد، که تو ای خلق عظیم دارد او از مهربانی، هر کجا اتر و نسیم آمده تا خنده بارد از لب طفل یتیم. عالم و آدم فرستد روز و شب بر او درود، روی لبهای ملائک گشت جاری این سرود، گر نمی آمد محمد عالم دنیا نبود. من گویت دمادم یا نبی یا
شان روز جزا دست عالم را بگیرد دست آل مصطفی آید از سوی بهشت و آسمان ها برکات هر زمانی که فرستی بر محمد هنوز از قله های معزنه نور تو می روید فقط باید دعا خواند و یقین در استجابت کرد. باز هم به برنامه خوش آمد این دوستان عزیز. بله و یک بار دیگه میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همه شما دوستان عزیزم تبریک عرض میکنم. بله خب فاطمه جان خیلی سپاسگزار هستیم از دوستای ما که امروز در برنامه تشریف آوردن، ما را همراهی کردن، برنامه ما را رنگین تر ساختن. بله و امیدوارم که موفق باشن همیشه در درس هایشان و همچنین در زندگیشان. فایزه جان خوب است که مثلا ما بریم بیشتر در مورد پیامبر گرامی اسلام تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، ببینیم واقعا زندگی پیامبر گرامی اسلام چه گونه بوده. مثلا خیلی از کارهایی کرده که ما روزهای گذشته در موردش صحبت کردیم که گفتیم باید حتما از پیامبر گرامی اسلام الگوگیری بکنیم. دقیقاً فاطمه جان ما همین هفته که گذشت کاملا در مورد اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رفتارشان، کردارشان، تمام چیزها صحبت کردیم و البته خیلی مهمی بود که در مورد الگوگیری از پیامبر بزرگ ما صحبت کردیم که دوستان عزیز ما شاید خیلی موارد کوچک را در مورد پیامبر ما گفته باشیم، اما شما میتونید که بیشتر از این خودتان مطالعه کنین، در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر معلومات جمع آوری کنین، تویی که بتونیم در زندگی خود یک الگوی مشخص را تعیین کنیم، بتونیم الگوی از زندگی، از رفتار، از کردار، از گفتار پیامبر داشته باشیم. دقیقاً. و همچنین فایزه جان موضوعات مختلفی را ما در مورد صحبت کردیم. بخصوص یک موضوعی که خیلی مهم بودی بود که پیامبر گرامی اسلام با کودکان چگونه رفتار می‌کردن. بله. که گفتیم واقعاً مهربان برخورد می‌کردن، اونها رو نوازش می‌کردن و می‌تونیم خیلی درس‌های بزرگی را از پیامبر گرامی اسلام بگیریم. بله. خب فاطمه جان اگه یادت باشه ما همین موضوع را در روز چهارشنبه هفته گذشته داشتیم که در مورد رفتار پیامبر با کودکان صحبت کردیم که دیدیم که خیلی مهم است که با کودکان به نرمی، به مهربانی، با لب خندان خیلی شاد و همچنین با بسیار احترام امرایشان رفتار کنیم که چقدر مهم است در زندگی ما همیشه حتما با اطفال سر و کار داریم، همیشه در زندگی خود مثلا خواهر ما، برادر خورده ما و یا هم میبینیم که بعض دوستای ما در اطراف ما هستن، از ما که خردتر هستن، تمامی چیزها رو ما باید مد نظر بگیریم، این که با دوستای ما چی رقم رفتار کنیم، با اطفالی که از ما کرده خردتر هستن، با بزرگایی که بزرگ هستن چگونه احترام بگذاریم. بله پس فایزه جان پیشنهاد ما بر علاوه که با دوستای عزیز ما که داخل خانه هستن که برن مطالعه کنن، بازم با مهمانهای گل ما که در برنامه هستن و اینا پیشنهاد میکنم که شما هم برید در مورد پیامبر گرامی اسلام مطالعه کنید و همچنین تحقیق کنید. دقیقاً فاطمه جان و دوستان عزیز سپاسگزار هستیم که ما را همراهی کردید، تا آخرین لحظات برنامه همراه ما بودین و ای که همیشه میگیم که همراهی شما عزیزان دلگرمی ماست. بله و فایزه جان بر با صلواتی بر محمد و اهل بیت محمد برنامه خود را تمام میکنیم. الله هم آهای پارچه دارم، پارچه‌های علا، پارچه‌های ابریشمی، کازه‌های سفالی، بیاین ببرین. کوزه برای خوردن آب گوارا، کوزه دارم، کوزه. We'll be right back.
طاقتم تموم شده، گفتم بیام پیش تو. چی شده آمنه؟ چرا اینقدر پریشان حال و ناراحت هستی؟ میخواستی چی بشه؟ گرسنه‌ایم، بی پولیم، بدبختیم، دیگه از این بدتر؟ بگو ببینم پس ابو جاسم چی کار میکنه؟ معتکف شده، فقط نماز و دعا میخونه، تو مسجد نشسته و اصلا کار نمیکنه. اینطوری که نمیشه، بیا بریم. خب خواهر، تو برو خونه، من خودم با اون صحبت میکنم. الهی العف العف العف، خدایا عبادت منو قبول کن، خدایا از سر تقصیرات من بگذر، خدایا دل منو سیاه نگذار و دست منو رها نکن، خدایا خونوادمو به تو میسپارم، حافظ اونها باش، خدایا رزق و روزی ما رو زیاد کن و عذاب آتش جهنم از ما. ببینم جاسم، مگه تو زن و فرزند نداری که اینجا نشستی و دعا میکنیم؟ نه، فقط عبادت عبادت عبادت. خب کسی نمیگه عبادت نکن، اما زندگی زن و بچت هم تأمین کن، کاری، کسبی، درآمدی. تو توبه میکنم. تو چی داری میگی؟ من نمازمو ول کنم اون وقت برم دنبال پول؟ نمازتو بخون، دنبال رزق و روزی زن و بچت هم برو. من زن و بچم رو به دست خدا سپردم. سلام ابو هشام، چطوری برادر؟ علیکم السلام، خدا رو شکر بد نیستم. با اجازه. به هر حال این راه صحیحی نیست که تو در پیش گرفتی. بله. سلام علیکم، چه خبر است؟ صبر کنید هشام آمد. به میان ما خوش آمدی هشام. چه سر صدایی را انداخته اید؟ چه شده است؟ ابو هشام، این جماعت میگویند که من نمازم را به خاطر رزق و روزی زن و فرزند ترک کنم. آنها میخواهند که نمازت را ترک کنی؟ این چیزیست که اینها میگویند. ما چه گفتیم نمازت را ترک کن؟ میگوییم نماز به جای خود، کسب و کار هم به جای خود، مگر بد میگوییم؟ من زن و فرزندم را به خدا سپردم و اینجا عبادت میکنم. برادر من درست متوجه نشدم، یعنی اگر بچه تو گرسنه باشد و از گرسنگی گریه کند تو باز هم نمازم را ترک نمیکنم؟ نمازت را کوتاه هم نمیکنی؟ نه. پس بگذارید ماجرایی را که خودم هم در آن بودم از حضرت رسول نقل کنم. این ماجرا سالها قبل در زمان حیات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد. عزیزم چرا گریه میکنی؟ بیا ببینم، اون که ترسی نداره. ببین چقدر قشنگ میخونه. بخواب عزیزم، بخواب. آروم باش. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. میشنوی اذان میگه، وقت نمازه. ای کوچولو شیطون، تو از کوچه خوشت میاد؟ نگاه کن ببین، همه دارن میرن مسجد که نماز بخونه. خاله رو ببین داره میره نماز بخونه. دخترم مگه نمیخوای برای نماز خوندن به مسجد بیای؟ چرا، ولی بچه رو چی کار کنه؟ تفلی کاری نداره، بیارش مسجد، یه گوشه بخوابونش و نمازتو بخون. فکر بدی نیست. باشه، شما برین، منم میام. بفرمایید. نه شما بفرمایید. شما بزرگترید. الله اکبر.
عجیب است، چرا رسول الله دو رکعت آخر نماز را با عجله خواندند؟ حتما برای این کار دلیلی داشتند. عجیب است، رسول خدا اولین بار بود که نماز را با عجله خواندند. چیه؟ حالا چرا گریه میکنی؟ مادرت که اومد پسره. وقتی از پیامبر پرسیدند که چرا اینقدر با عجله نماز را تمام کردن، پیامبر پاسخ زیبایی دادند. ابو هشام، پیامبر چه فرمودند؟ ایشان فرمودند وقتی صدای گریه کودک را شنیدم نماز را تند خواندم تا مادر اون کودک زودتر بتواند پیش فرزندش برود و او را در آغوش گیرد و آرام کند. ابو هشام، تو گفتی که تو هم در این ماجرا بودی ها؟ بله، من هم آن روز آنجا بودم. بسیار خوب، بگو بدانم تو کجای این ماجرا بودی؟ آن نوزاد من بودم. میبینید رسول خدا برای گریه یک نوزاد نماز جماعت را زودتر به پایان میبرند. آن وقت تو نمیخواهی به خاطر زن و بچه خودت کمتر عبادت کنی؟ از پیامبر اکرم نقل است که اگر عبادت 10 قسمت باشد، 9 قسمت آن کسب روزی حلال برای خود و زن و فرزندان آن شخص است. خدایا مرا ببخش. جاسم، پسر من تو را میخواهد. برویم که خیلی کار داریم جاسم. از تو ممنونم که منو از این اشتباه درآوردی. از همه شما ممنونم. گریه نکن پسرم، آمدم. برویم خانه. برویم. شما هم که بیکار نیستید برادران، بروید به کارتان برسید. برویم. میبینید حکایت شیرینی است. پیامبر به خاطر گریه من نماز را با عجله خواندند، به خاطر گریه یک نوزاد. او پیامبر مهربانی بود. او هم به دنیا فکر میکرد و هم به آخرت. عبادت میکرد ولی انسانها را فراموش نمیکرد، به خصوص کودکان را. کودک و نوجوان.